فصل بیستم. یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد تعلیم می‌داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می‌کرد، سران کاهنان و ملایان به اتفاق مشایخ یهود پیش او آمدند و گفتند: به ما بگو به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟ عیسی با آنان پاسخ داد: من هم از شما سوالی دارم. به من بگویید، آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود. پس گفتند: ما نمی‌دانیم از کجاست. عیسی به ایشان گفت: من هم به شما نمیگویم که با چه اختیاری این کارها را میکنم. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت: مردی تاکستانی احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد. او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را میفرستم. شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی که او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او میآید و این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دست دیگران میسپارد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند: خدا نکند. اما او به ایشان نگاه کرد و فرمود: پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. هر که بر آن سنگ بیفتد خرد خواهد شد و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد. ملایان یهود و سران کاهنان می‌خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصود آن مثل خود آنها است، اما از مردم می‌ترسیدند. پس به دنبال فرصت می‌گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می‌دادند پیش او فرستادند تا حرفی از دهان او بربایند و آن را دستاویزی برای تسلیم او به دستگاه قضایی و حوزه اختیارات فرماندار رومی قرار دهند. از او پرسیدند: ای استاد، ما می‌دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم می‌دهی درست و به جا است. تو در مورد هیچ کس تبعیض قائل نمی‌شوی، بلکه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می‌دهی. آیا ما مجاز هستیم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود: یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادن: قیصر. عیسی فرمود: پس آنچه مال قیصر است به قیصر و آنچه مال خداست به خدا بدهید. به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن مدرکی علیه او در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از صدوقیان که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند جلو آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، موسی این دستور را برای ما نوشت، چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی بیاورد. حالا 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد. بعد دومی او را گرفت و سپس سومی و همینطور هر 7 نفر مردن و هیچ اولادی به جا نگذاشتن. بعد از همه آن زن هم مرد.
در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد، چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود، زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند، فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند، مطلبی است که خود موسی در داستان بوته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند. در این مورد بعضی از ملایان گفتند، ای استاد، عالی جواب دادی، و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود، چطور میتوان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور میگوید، خداوند به خداوند من فرمود، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. باری داوود او را خداوند خطاب میکند، پس چطور او میتواند پسر داوود باشد؟ عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود، از ملایان که دوست دارند با قواهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه‌ها و صدر مجالس ضیافت‌ها نشان می‌دهند، برحذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می‌بلعند، حالان که محض خودنمایی نماز را طول می‌دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید.